گوشفنگ ما باشید با برنامه گوشفنگ. سلام، به یک گوشفنگ دیگه از شبکه AMG خوش آمدید. در این آیتم میخواییم در ارتباط با مهاجرت و سختی خداحافظی برای مهاجران صحبت کنیم. همونطور که حتما میدونید، خداحافظی بخش جدایی ناپذیر مهاجرته. بسیاری از مهاجران و خانواده های اونها از خداحافظی نفرت دارن و حتی از اون اجتناب میکنن. سختی خداحافظی تنها مخصوص بار اول نیست. حتی پس از سالها مهاجرت، خداحافظی پس از یک تعطیلات طولانی و ملاقات با خانواده هم سخته. این باعث میشه که روزهای قبل و بعد از خداحافظی سخت‌تر از هر زمان دیگه ای طی بشه. هرچند سختی خداحافظی برای مهاجرت انکارناپذیره، اما با انجام صحیح اون میتونید کار رو برای خود و خانواده خودتون ساده تر کنید. برای این کار سعی کنید این موارد رو به یاد داشته باشید. کارهای خودتون رو نظم بدین و به همه چیز فکر کنید. اگه در ماهای آینده قصد مهاجرت دارید، از همین امروز برنامه‌های خودتون رو تنظیم کنید و کارهای مهم رو انجام بدید. از چیزهایی که دوست دارید عکس بگیرید و از مکانها و آدمهایی که دوستشون دارید بازدید کنید. همین حالا این کار رو انجام بدید. شما که نمی‌خواید درست قبل از رفتن با تلخی از دست دادن دیدن یک نفر یا یک مکان خاطرانگیز روبرو بشید. البته مشغله های روزها و ماه های قبل از مهاجرت اجازه نمیده که به تمام برنامه ها و ایده های خودتون دست پیدا کنید. برنامه دقیق تنظیم کنید. خداحافظی رو زودتر شروع کنید، حتی چند ماه زودتر از رفتنتون. ماه آخر مهاجرت به قدری سری پیش میره که اصلا متوجه گذر زمان نخواهید شد. با برنامه ریزی و انجام تمام اموری که در ذهنتون داشتید، میتونید سختی خداحافظی برای مهاجرت رو برای خودتون کمتر کنید. مراقب خودتون و سلامتیتون باشید. مهاجرت کار سختیه و برنامه خواب و خوراک فرد رو به هم میزنه. در ماها و روزهای منتهی به سفر سعی کنید بهتر بخوابید و از رژیم غذایی سالم تبعیت کنید. در غیر این صورت منتظر بستری شدن زیر سرم، تلخی بیشتر و چشمهای گود افتاده در فرودگاه قبل از رفتن باشید که تلخی دوری رو برای همه بیشتر میکنه. شادابی شما میتونه به دیگران احساس امنیت و اطمینان خاطر بده. از خداحافظی فرار نکنید. شاید فرار از این موقعیت ساده تر به نظر برسه، اما پس از رفتن احساس بدتری خواهید داشت. تشکر کنید. سختی خداحافظی برای مهاجرت بیشتر به خاطر اینه که انگار حرفی برای گفتن نیست که به هم بزنیم. از آدم‌هایی که در زندگی شما بودن تشکر کنید و به اونها بگید که به نحوی باعث بهتر شدن زندگی شما شدن. شاید کمی عجیب و سخت باشه، اما مهمه. میتونید حتی برای اینها کارت تشکری تهیه کنید. اگر خداحافظی در فرودگاه برای شما سخته، این کار رو در جای دیگه ای انجام بدید. معمولاً مهاجران قبل رفتن یک مهمانی خداحافظی ترتیب میدن. بهتره بین شادی و هیجان مهمانی و تلخی خداحافظی در فرودگاه فاصله ایجاد کنید. میتونید خداحافظی رو شب یا ساعتی قبل از رفتن در یک کافه یا یکی از مکانهای خاطرانگیز خانوادگی برگزار کنید. احساس راحتی کنید. سختی خداحافظی برای مهاجرت چیز طبیعیه. نیازی نیست ظاهر سازی کنید. بسیاری از افراد با پرهیز از خداحافظی میخوان که خانواده خودشون رو از رنج و گریه به دور نگه دارن. اما برای حفظ سلامت روان و لذت بردن از آنچه که پیش روتونه، لازمه با احساسات خودتون روبرو بشید. مراقب خودتون و خانوادتون باشید. چه چیزی به شما آرامش میده؟ چه کاری خانوادتون رو خوشحال میکنه؟ به خانواده خودتون توجه کنید و به روش‌های ساده و کوچک شادی رو به چشمای اونها بیارید. مثلا دوستی میگفت مادرم عاشق چای زعفرونی بعد از ظهره. پدرم دوست داره عصرها کسی با یک بشقاب میوه از اون پذیرایی کنه. من عاشق بستنیم و دخترم تقریبا به تمام چیزهای ریز و درشت مغازه ها علاقه داره. این زبان عشق خانواده ماست و از اون برای کاستن از سختی خداحافظی برای مهاجرت استفاده می کنیم.
خداحافظی رو به چیزی هیجان انگیز تبدیل کنید. سخت‌ترین خداحافظی با هیجان ایجاد شادی در فرد مقابل ساده تر میشه. در چمدان مسافرتون بیخبر هدیه قرار بدید. به نوع هدیه فکر کنید و چیزی رو انتخاب کنید که بعدها در اون هیجان و شادی ایجاد کنه. در اتاق والدین یا دوستان و آشناین خودتون هدیه بگذارید تا پس از خداحافظی از شما با اون روبرو بشن و لبخند رو به لبشون بیاره. و در پایان به امیدهای پیش رو فکر کنید. سختی خداحافظی برای مهاجرت امری غیر قابل انکاره. شاید با رعایت تک تک نکاتی که در این آیتم ذکر شد، باز هم رفتن به سمت فرودگاه قلب شما را هزار تکه کنه. اما به چیزهای خوبی فکر کنید که پیش روی شما و خانوادتون قرار داره. به برنامه های خودتون برای آینده فکر کنید و اونها رو در ذهنتون مجسم کنید. شما برای هدف اینجا هستید و باید اون هدف رو محقق کنید تا ارزش این همه سختی رو داشته باشه. از اینکه تا پایان این آیتم به برنامه گوشفنگ گوش دادید از شما ممنونیم. تا گوشفنگ دیگه از شبکه AMG خدا نگهدار.